درود بر شما. با 180 ثانیه جمعه 29 تیر ماه همراه ما باشید. محمد باقر شریفی فرماندار شهرستان سیروان در استان ایلام از غرق شدن صفدر فولادی رئیس پیشین زندان مرکزی ایلام در رودخانه سیمره و پیدا شدن جسد او خبر داد. وی گفت جسد فولادی عصر روز پنجشنبه و به دست نیروهای مردمی از آب بیرون کشیده شد و علت مرگ نیز در دست بررسی است. بروز مشکل گسترده در مایکروسافت باعث اختلال در سیستم‌های کامپیوتری در بیشتر کشورهای جهان در امروز جمعه شد، به گونه‌ای که شماری از خطوط هوایی در آمریکا و اروپا پروازها را متوقف کردند و فعالیت برخی از شبکه‌های تلویزیونی از جمله اسکای نیوز دست کم برای ساعاتی مختل شد. مقامات تأکید کردند که حمله سایبری در کار نیست و بروز مشکلات ناشی از مسائل فنی و تکنیکی است. فعالیت‌های عمده تجاری و صنعتی از بانک‌ها در هند و مالزی گرفته تا سیستم‌های بهداشتی در اسرائیل و آمریکا هم دچار اختلال و توقف شدند. حوثی‌های یمن مسئولیت ارسال پهپاد انفجاری به تل‌آویو را که به مرگ یک تن منجر شد بر عهده گرفتند. با اصابت این پهپاد در منطقه تل‌آویو جافا در بامداد امروز وضعیت اضطراری در این منطقه برقرار شد. یحیی سری سخنگوی انصارالله شاخه نظامی گروه حوثی‌های متحد جمهوری اسلامی بامداد امروز جمعه گفت که یک حمله با کیفیت علیه تل‌آویو انجام شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که گشت‌های هوایی برای حفاظت از حریم هوایی این کشور افزایش یافته است، اما تدابیر جدیدی برای دفاع شهری اتخاذ نشده است. همزمان با تشدید عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه، گزارش‌ها حاکی از بمباران اردوگاه‌های تاریخی آوارگان فلسطینی در مرکز این باریکه است. خبرگزاری رویترز از بمباران دو اردوگاه در مرکز نوار غزه و نواحی مختلفی از شمال این باریکه توسط ارتش اسرائیل خبر داد و گفت که بر اثر این حملات 21 نفر کشته شدند. دونالد ترامپ شامگاه شب گذشته پنجشنبه به وقت آمریکا در چهارمین شب برگزاری مجمع ملی جمهوری‌خواهان در میلواکی رسماً نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را پذیرفت. ترامپ انتخابات پیشرو را فرصتی برای بازگرداندن عظمت، قدرت و کامیابی به آمریکا دانست و از ضمن ابراز اطمینان از پیروزی خود گفت با تمام توانم مبارزه خواهم کرد تا این هدف را محقق کنم.